اولین میهمان برنامه امروز ما مدیار سمی نژاد سردبیر مجله حقوق ماست. مجله حقوق ما از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر میشه، سازمانی که این برنامه را نیز تولید میکنه. آقای سمی نژاد، به اعدام بسست خوش اومدید. قبل از هر چیز بگید که این مجله که دو هفته یک بار منتشر میشه با چه هدفی انتشار پیدا میکنه و چه کسانی مخاطبینش هستند؟ بله، نشریه حقوق ما از ابتدای سال جاری میلادی شروع به کار کرد. یک دو هفته نامه اینترنتی هستش. این نشریه هدفش آموزش حقوق بشر و پرداختن به مسائلی هستش که تاثیرگذار باشه بر روی جامعه مدنی و به خصوص فعالین حقوق بشر. این مجله سعی داره که نکات حقوقی و مسائل حقوق بشری رو در واقع در قالب یک پرونده در هر شماره آموزش بده و مطرحشون کنه و جنبه‌های مختلفتون اونا رو بررسی کنه و یه نگاه تازه‌ای رو به مخاطبان ارائه بده. برای اینکه بینندگان ما بهتر با این مجله آشنا بشند، ممکنه در رابطه با چند تمی که در هفته‌های گذشته در مورد اونها نوشتید برای ما توضیح بدید؟ بله، ما دقیقا تو هر شماره تمرکز میکنیم بر یک موضوع خاص. مثلا اعدام رو بررسی میکنیم، موارد حقوقی و قانونی که مثلا در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال هستش، مثلا با توجه به ماده قانون مجدد جدید اسلامی که در سال 92 تصویب شد، مثلا ما یک شماره رو به این موضوع اختصاص دادیم. یک شماره رو مثلا در شماره اخیرمون به خشونت مجازی در فضای سایبر پرداختیم که چه تأثیراتی مثلا روی کاربران میذاره از نظر حقوقی، چه مسائلی رو در بر میگیره. یا در موارد دیگه مثلا به زندان ها پرداختیم، وضعیت زنان در زندان یکی از موضوعات یکی از شماره هامون بودش. این بیشتر مسائل در واقع میتونم یا حقوقی حقوق بشری هستش. اشاره کردید به قانون مجازات اسلامی جدید که تم گزارش این هفته ما هم بود. بر مبنای این قانون قاضی میتونه وقتی که در مقابلش مجرمینی هستند که هنگام ارتکاب به جرم زیر 18 سال سن داشتند، به اعدام محکومشون نکنه و مجازات های بدیلی رو در نظر بگیره. ولی متاسفانه این چنین نیست. در دو هفته اخیر دو نفر که هنگام ارتکاب به جرم زیر 18 سال داشتند اعدام شدند، اعدام هایی که اعتراض های جهانی را هم برانگیخت. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون اعتراض کرد و همچنین سه تن از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد. در واقع همونطور که اشاره کردید، با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، نوجوانان زیر 18 سال میتونند اعدام نشن، ولی این قطعی نیستش. در واقع هنوز مشکلات باقی هستش در این قانون که اجازه میده به قانون گذار و مراجع قضایی که این حکم رو اجرا کنن. ولی خب مشکلات متعددی در این زمینه وجود داره. این هستش که برخی قضات در برخی استانها این قوانین رو سلیقه‌ای اجرا میکنن. مثلا یکی از مشکلات عمده‌ای که هستش مربوط به کودکانی هستش که قبل از تصویب این قانون در زندان بازداشت شده بودن و به اعدام محکوم شده بودن. و مثلا یکی از مواردی که اومده این هستش که ثابت بشه اگر از نظر عقلی این افراد به بالغ نشده باشند اعدام نمیشن. یعنی در زمان ارتکاب جرم از نظر عقلی درک درستی از ماهیت جرم نداشته باشند. خب مثلا ما مواردی داشتیم که 9 سال 10 سال در زندان بودند و اینها رو خب با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید اعاده دادرسی واسهشون درخواست شد و رفتن دادگاه و به پزشکی قانونی در واقع ارجاع شدن. در پزشکی قانونی خب گفتن که با توجه به اینکه 7 سال 9 سال گذشته از زمان ارتکاب جرم و متهم به قول معروف بزرگ شده، امکان اینکه تشخیص بدیم که از نظر عقلی بالغ بوده در زمان ارتکاب جرم یا نه وجود نداره و این رو خب در واقع به دادگاه دوباره ارجاع دادن و در واقع به قاضی و تشخیص و علم قاضی. خب که این مسئله در موارد متعددی منجر به
صدور دوباره حکم قصاص برای نوجوانان شد و همونطور هم که شما اشاره کردید در دو هفته اخیر ما داشتیم دو مورد و در کل در سال جاری میلادی ما 4 مورد کودک بزهکار زیر 18 سال داشتیم که اعدام شدن متاسفانه. شما همچنین اشاره کردید به یکی از شماره های حقوق ما که در رابطه با خشونت در فضای مجازی بود. هر سال ساعت بیشتری رو مردم در فضای مجازی به گردش میگذرونند. ممکنه بگید این خشونت ها از چه نوع خشونتی هستند و چگونه اعمال میشن؟ خب خیلی بحث گسترده هستش این به طور کلی خشونت و حتی خشونت در فضای مجازی. خب ما یه خلاهای قانونی داریم که افرادی که به قول معروف مورد خشونت مجازی قرار میگیرن چه کار میتونن بکنن. یک مورد داریم بحث روحی روانی افراد هستش، به خصوص در مورد زنان و کودکان که به طور متعدد مثلا در مورد زنان دچار به قول معروف مورد خشونت جنسیتی قرار میگیرن و این از نظر روحی بر اونها تاثیر بسیار بالایی میگذاره، و یا نوجوانان که در معرض آسیب های گوناگون قرار میگیرن. ما در اینها رو در گزارش های مختلف مورد بررسی قرار دادیم، همین که از نظر روحی روانی چه تأثیری میگذاره بر اونها، همین که دنیا و جامعه بین الملل چه نگاهی داره به این موضوع، و اینکه خلاهای قانونی که وجود داره در این زمینه که آیا دولت، جامعه مدنی، افکار عمومی کمک میکنند به برطرف شدن این مشکل، به کم شدن این موزل که خیلی ها باش درگیر هستند امروزه. در فضای مجازی ایرانیان و فارسی زبانان این خشونت مجازی با استفاده از چه ابزاری اعمال میشه و محتواش چی است؟ خب مثلا یک موردش که اشاره هم کردم، خب همین خشونت جنسیتی علیه زنان بود که یکی از موارد بسیار بالاست در محیط مجازی. خب خیلی از سیاستمدارا، روزنامه‌نگارها یا حتی کاربران عادی اینترنت، زنان کاربر عادی اینترنت دچار این خشونت ها میشن، چه از طرف اکانت های به قول معروف با نام مستعار، چه از طرف اکانت های حقیقی، یعنی افراد حقیقی و این کار رو انجام میدن، یا در مورد دیگه خب استفاده از کودکان هست و استفاده از کودکان و آوردن مسائلی که اونها رو مورد آسیب قرار بده در این زمینه، فحاشی هایی که میشه یا حمله های دست جمعی که میشه، میتونیم بگیم از موارد این خشونت ها هستش. تا اونجا که من به خاطر دارم شما در یکی از شماره های اخیر حقوق ما به نقض حقوق اقلیت ها پرداختید، حقوقی که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز به صورت مستمر زیر پا گذاشته میشند. خب در واقع میتونم اقلیت ها یکی از چه مذهبی چه اتنیکی ما بخوایم صحبت کنیم در موردشون دچار نقض حقوق گسترده ای هستند. مثلا ما بهائیان رو مثال بزنیم در ایران، به خاطر مذهبشون بازداشت میشن، زندانی میشن، دچار سختی بسیاری میشن، از حقوق شهروندی محروم هستند، نه حق تحصیل ندارند، نمیتونن در کارهای دولتی شرکت کنن، نمیتونن در انتخابات ها کاندید بشن. در واقع میتونیم بگیم تمام حقوق شهروندی و اجتماعی این افراد به خاطر اقلیت بودنشون در جمهوری اسلامی ایران نقض میشه. یا خب در ما اسنیک ها رو در نظر بگیریم، کردها، ترک ها، که ما میبینیم که درصد بالایی از بازداشت ها در ایران، درصد بالایی از اعدام های سیاسی در ایران نسبت به این افراد صورت میگیره. در کل میتونیم بگیم که اقلیت ها در ایران در تمام جنبه های مختلف زندگیشون حقوقشون نقض میشه و یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر در ایران هستش. یکی از اقشاری که در جمهوری اسلامی ایران عملا از هیچ گونه حقی برخوردار نیست مهاجرین هستند، به ویژه مهاجرین افغان، همسایه های ما. در این رابطه هم شما مطالبی تاکنون در حقوق ما منتشر کردید یا در نظر دارید که منتشر کنید در شماره های آینده؟
بله حتما، چنان که این موارد رو ما در برخی شماره های قبلی هم حتی داشتیم، مثلا در کنار موارد دیگه مثلا بررسی کردیم. مثلا ما در شماره یک شماره که در مورد تبعیض و تحصیل در ایران بودش، به مسئله مثلا حقوق تحصیل مهاجران در ایران اشاره کردیم و اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. به طور حتما هم در آینده این کار رو خواهیم کرد. میگم مسائل به هر حال هر دو هفته نامه است و ما در طول یک سال 24 شماره بیشتر نمیتونیم منتشر کنیم، ولی خب حتما این مسائل رو مد نظر همیشه قرار دادیم. و شاید اگر هم اینکه به طور خاص حتی اگر روش متمرکز نشیم، اینو میتونم بگم که در چارچوب به هر حال مثلا وقتی داریم از حق تحصیل صحبت میکنیم، حق تحصیل همه صحبت میکنیم، همه شهروندان ایرانی و همه کسانی که در ایران زندگی میکنن که شامل مهاجرها هم میشه. پس ما در این صورت هم مثلا به اونها رو مورد بررسی قرار میدیم و به نقض حقوقشون اشاره میکنیم. واکنش ها تا کنون به حقوق ما چگونه بوده از سوی خوانندگان و مخاطبینش؟ مجله به هر حال هنوز نوپا هستش، هنوز به یک سال نرسیده، ولی ما بله فیدبک هایی داشتیم. هم خب خوانندگان اشاره کردن به برخی مسائل که مثلا ما باشون بپردازیم، یا در مورد برخی مطالب که مثلا ما برخی شماره که ما منتشر کرده بودیم، هم انتقاداتی داشتن هم پیشنهاداتی داشتن، هم میخواستن که مطالبی منتشر بشه، کما اینکه ما از خیلی هاشون مطالبی گرفتیم و در طول همین شماره ها هم منتشر کردیم. با سپاس آقای سمیع نژاد از همراهیتون. ممنون از شما.